رشد روزافزون رسانه‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات به تهدیدی برای رسانه‌های سنتی مثل روزنامه‌ها بدل شده. حالا همه نه نگران سرعت که نگران دقت و محتوای پاک هستند و البته دغدغه‌های فرهنگی مثل تولید محتوا به زبان مادری. دومی نمایشگاه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال فرصت مناسبی بود برای پرداختن به این دغدغه. سهم اندک زبان فارسی در محتوای موجود در این فضا، سهمی که باید با توجه به حجم 50 میلیون کاربر ایرانی و کاربران فارسی زبان دیگه بیشتر بشه. در کل فضای مجازی 0.8% هست زبان فارسی، در مقابل زبان انگلیسی که حدود 56% هست. بنابراین ما کار بسیار سنگینی با اتکای به توانمندی داخلیمون حتما باید انجام بدیم. سیاست وزارت فرهنگ شد در این زمینه این است که بیشتر سعی کنه شرایط رو به سمتی ببره که بخش خصوصی و بخش‌های دیگر خودشون وارد بحث تولید محتوا بشن. فعالان غیر دولتی در این سال‌ها سرمایه‌گذاری زیادی در این بخش کردن تا هزاران نرم‌افزار، بازی و محتوا تولید بشه. اما راه همچنان طولانیه. با توجه به اینکه از نظر اقتصادی خیلی مزیت داره و هزینه ها رو به شدت کاهش میده، از این طرف با یه بازار بزرگی از کاربران روبرو هستیم، من فکر می‌کنم تشویق خوبی باشه. خوشبختانه در طول این مدت ما 120 تالار مناظره داشتیم، 500 تا مقاله تحقیقی در سایت ما. کتاب صوتی همونطور که خب از اسمش مشخص هستش، یک اسم جدید و یک کار جدید تو کشور هستش. تولید محتوا نیازمند بازار امن، عرضه مناسب، محتوای مطلوب و تقاضای مخاطبه. چرخه‌ای از تولید تا مصرف.